دوستان، امکانات برای رسیدن به موفقیت دور و بر ما هست، منتها ما باید بخوایم که این امکانات رو ببینیم تا به چشممون بیان. ما باید یاد بگیریم یک جوره دیگری ببینیم. بذارین جوره دیگر دیدن رو با هم تمرین کنیم. انسانی که ناموفق باشد، دیدیم بعضیا مثلا تو خونهشون وایت بورد میخرن، اول ما هر چیزی میخریم خیلی درگیرشیم، بعدن این 10 سال تو انباریه، 10 سال این تو انباریست. آدم موفق فکر میکنه خب از این میشه استفاده دیگری هم کرد. یکی از شروط رسیدن به موفقیت اینه، جوره دیگر دیدن. انسانهای موفق همیشه از بیرون به حل مسئله نگاه میکنن، فکر میکنن راه بیرونی هم وجود دارد، کادر شکنی میکنند. انسانهای ناموفق همیشه برای خودشون کادر رو محدوده تعیین میکنن. من کادر شکنی که میگم نه هنجار شکنی ها، من انسان موفقی هم الان میرم تو خیابون لباسا رو در میارم لخ وای میسم. انسان موفق همیشه کادر شکنی میکنند، این هنجار شکنی فرق میکنه ها. این ایرانی بسیار موفق در آمریکا توی مصاحبهش میگه رمز موفقیت من در اینه که همیشه فکر میکردم هیچ چیز غیر ممکن نیست و همه چیز ممکن است، برای هر چیز راه حلی وجود دارد. اصلا انسان موفق این گونه نگاه میکنه. وقتی فکر کنی راه حلی وجود نداره، راه حلا خودشون رو قایم میکنن. وقتی فکر کنی راه حلی وجود داره، سر و کله راه حلا پیدا. انسان های موفق تلاششون اینه که کانون توجهشون رو بست بدن. میبینی یه نفر یه ماشین پراید میخره، تو خیابون میره میگه آقا همه پراید خریدن ها؟ به نظر شما تعداد پرایدها کم و زیاد شده؟ نه، چشم ایشون پراید بینی شده. حالا ایشون پرایدشو میفروشه، پژو 206 میخره، میگه آقا همه تهران رفتن 206 خریدن ها؟ واقعا این نیست. مهم اینه که آدم های ناموفق کانون توجهشون به یک سمت خاصه. آدم های موفق کانون توجهشون رو بست میدن. ممکنه من بخوام قهوه های این سالن رو ببینم، ولی اشکالی توش وجود نداره که من رنگای دیگه رو هم آها بعد ببینم، نظری هم به این بندازم اون نه دیگه، با مشکی کاری نداریم، فقط قهوه ای. آدم های موفق کانون توجهشون رو همیشه بست میدن. ما گاهی وقتا کانون توجهمون معطوف به نداشته هامونه. این ویژگی آدم های ناموفقه. تو میتونی به خیلی چیزای دیگه هم توجه بکنی، به داشته هات، به امکاناتت، به همون چیزایی که الان تو داری و خیلی ها حسرت داشتن اون چیزی رو که تو داری رو میخورن. بنابراین انسان موفق کانون توجهش رو بست میده. فکر نمیکنه که من اینو ندارم اینو ندارم، خب در کنارش خیلی چیزا هم دارم. ولی انسان موفق کانون توجهش رو بست میده، سعی میکنه به راه‌های دیگه هم فکر رو تمرکز بکنه، سعی میکنه جور دیگری هم نگاه بکنه، سعی میکنه از زوایای مختلفی به یک قضیه نگاه بکنه تا براش راه حل پیدا بکنه. بسیار دوستان، یاد بگیریم جور دیگه ببینیم. اگر کانون توجه ما فقط معطوف به یک زمینه باشد، قافیه رو باختیم. مثلا مکدونالد اینجوری نگاه بکنه، من برای اینکه مشتریان بیشتری جذب کنم، حتی اگه صندلی خالی هم ندارم همه بیان سر پا بیستن و ساندویچ بخورن، کیفیت ساندویچامو روز به روز بالاتر میبرم، غذاهامو بهتر میکنم، تنوع غذاییمو بیشتر میکنم. این میشه کانون توجه رو معطوف کردن به یه نکته. فقط غذاتو بهتر کن، غذاتو بهتر کن، غذاتو بهتر کن. ولی آدم های موفق کانون توجهشون رو بست میدن. نه، حالا لازمه صندلیت هم سفت کنی، لازمه رنگ در و دیوارت هم عوض کنی و لازمه خیلی اقدامات دیگه این شاید انجام بشه. توی استرالیا سالها پیش یه معضلی داشت دولت استرالیا، و اون این بود که تلفن‌های عمومی مردم می‌اومدن یه سکه توش می‌انداختن و ساعت‌ها حرف می‌زدن. تکنولوژی تلفن هوشمند هنوز وجود
نداشت که ما سکه رو تو تلفن بندازیم، تلفن تشخیص بده که مثلا بعد از 2 دقیقه مکالمه بعد خودش قطع بشه. دولت استرالیا آمد اعلام کرد هر شرکتی، هر فردی بتونه ایده‌ای بده که ما جلوی این همه حرف زدن مردم رو بگیریم با تلفن‌های عمومی، ما یه جایزه میدیم. گفت من میام تمام گوشی تلفن‌های عمومی رو عوض میکنم، گوشی‌های رو میذارم که توش پر سرب باشه، یعنی گوشی سنگین باشه، و واقعا این کارو کرد. مردم با تلفن حرف میزدن، میگفت ببین دستم افتاد، کار نداری؟ گوشی ها خیلی سنگین شد. و دولت استرالیا جایزه داد به اون شرکتی که این کار رو کرد. این میشه جور دیگر دیدن. ممکنه الان با تکنولوژی هایی که زمانه ما توش وجود داره خیلی برامون خنده‌دار به نظر بیاد، یعنی چی، چقدر مسخره، گوشی ها سنگین کردن، ولی اون موقع این کار رو دولت استرالیا کرد. دوستان، فرصت ها رو میشه با تغییر دادن در زاویه نگاه پیدا کرد و شکار کرد، ولی اگه شما همیشه از یک زاویه نگاه بکنی چیزی عوض نمیشه. پس زاویه نگاهمون رو عوض بکنیم، هر بار از منظر و از جایگاهی به اون نگاه بکنیم. چجوری میتونیم یاد بگیریم که جور دیگری ببینیم؟ چجوری میتونیم یاد بگیریم که کانون توجه ما همیشه معطوف به یک مسیر خاص نباشد؟ اینجوری از این به بعد در زمینه‌های مختلف نظر انسان‌های مختلف رو جویا میپرسیم. مهم نیست که من نظر او رو میپذیرم یا نمیپذیرم، من به توصیه‌ای که او میکنه گوش میکنم یا نمیکنم، مهم اینه من آشناشم با جور دیگر دیدن. همین الان ممکنه من بگم که این پروژکتوره اینجا خیلی بد جاستا، این سخنران بنده خدایی میخواد را بره بعد حواسش باشه به پروژکتور نخوره، چیکارش کنیم اینو؟ اصلا ورش دارم، پروژکتور میخوایم چیکار؟ حالا نظر شما چیه؟ یکی میگه یه میله جوش بدن آویزونش کنن، یکی میگه یه صفحه اونجا بذارن با زاویه، یکی میگه اینو یه صفحه بذارن ببرنش پایین زمانی که برنامه است این اینجوری بیاد بالا، یکی مهم اینه که من بگم راست میگی، من فکر نکرده بودم اینو پایینم میشه برد، همیشه فکر میکردم از بالا باید آویزونش کنیم. مهم اینه که ما در هر زمینه از دیگران نظر بخوام. من میخوام یه لباس بخرم، میخوام یه غذا بپزم، میخوام هر چیزی. شما اگه الان بخوای یه لباس نو بخری مثلا دنبال چه لباسی میری؟ من دنبال یه لباسی میرم که توی همین دنبال لباسی میروم که من ممکنه ایده هایی بشنوم که تا امروز به ذهن خودم خطور نکرده. پس از این به بعد در زمینه های مختلف نظر آدم های مختلف رو میپرسیم. مهم این نیست که با سواد یا بی سواد، زن یا مرد، خانه داره یا دکتر، پزشک، مهندس، کارگر، مهم اینه که من ببینم انسان‌های مختلف به یک موضوع چگونه نگاه می‌کنن. شنیدن نظرات دیگران به من یه نکته رو یاد میده، میشه به این موضوع از زاویه‌های دیگری هم نگاه کرد.